ایران به خاطر کمیته حقیقت داره به قید وسیقه پنجا میلیارد و شست میلیارد و هفتاد میلیارد زندانی ها رو آزاد میکنه هنگام غازیانی هم دوباره صبح آزاد شد و خیلی های دیگه هم دارن آزاد میشن حسین رونقی هم که دیروز آزاد شد اما چیزی که وجود داره اینه که ما باید روح خودمون رو ادامه بدیم چهارده هزار تا زندانی سیاسی داخل زندانهای ایران منتظر سرنگونی این حکومت فاشیستیه تمام اینایی که دارن آزاد میشن این کسافت ها میخوان حقیقتی ها به سازمان ملل راه ندن تو ایران اینترنت ایران الان دارن قطع میکنن تصاویرم میخوان نذارن بیان بیرون از داخل ایران هر شب داره برای ما پیام میاد که شماهایی که خارج از کشوری صدای ما باشید فریاد بزنید و به کل دنیا بگید مردم ایران چنج هیچی درود بر شما همراهان گرامی صدای ما رو از کانال خبری کیوسک میشنوید امشب با دو خبر بسیار بسیار مهم همراه شما هستیم مردم ایران اگر این اخبار را بشنوند خیابان را رها نخواهند کرد حتما این خبرها رو تا انتها تماشا کنید و با لایک کردن و گذاشتن کامنت و به اشتراک گذاری اون به همرسانی بیشتر این اخبار کمک کنید لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم انقلاب مردم ایران به پشت گرمی رانندگان کامیونها و کارگران وارد فاز جدیدی شد. لحظات تاریخی برای ملت ایران. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعتراضات مردمی علیه نظام جمهوری اسلامی همچنان به اشکال مختلف از جمله مجموعه از اعتصابات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. از این رو از جمله اخبار مهم مربوط به اعتراضات در ایران به اعتصاب بخشی از کارگران صنعت حمل و نقل ایران مربوط می شود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی حاکی از آن است که گروههایی از کامیونداران ایران در شهرهای کرمانشاه، قزوین، مرند، اصفهان، کاشان و بندرعباس به نشان اعتراض به وضعیت سنفی خود برای چندمین روز متوالی دست از کار کشیدند. جا بندرعباس اسکله شهید رجایی امروز 8 9401 همونطور که میبینین کانتینرها رو آوردن آماده کردن که کامیون ها بیان بارگیری بکنن به مقصدهای مختلف تهران، اسفهان، شیراز هر مقصدی ولی هیچ کامیونی شما اینجا نمیبینین الان ساعت 11 و ظهر روزهای قبل، هفته قبل اینجا پر ماشین بود، پر کامیون بود همه داشتن بارگیری میکردن آماده به سمت شهرهای مختلف دم همه راننده ها گرم، دم همه گرم که تو این اعتصابات شرکت کردن دریق از یه دونه ماشین یه دونه ماشین نیبینی خیلی جالبه خیلی جالبه دمتون گرد امید آزادی ایران هم. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار چند ویدیو از اعتصاب کامیونداران در شهرهای مورد اشاره نوشت اعتصاب این گروه از کارگران صنعت حمل و نقل ایران در روز دوشنبه سومین روز پیاپی اعتصاب آنها به حساب می آید در یکی از ویدیوهای منتشر شده در این کانال تلگرامی که به روز دوشنبه تعلق دارد صفی از خودروهای سنگین دیده می شود که در نقطه ای از شهر اسلام آباد غرب واقع در استان کرمانشاه بدون حرکت در این ویدیو صدای فردی دیده می شود که ادعا می کند این تصویری از اعتصاب بزرگتری است که در کل مرزهای غربی کشور جریان دارد ستار رحمانی فعال کارگری در گفتگوی اعلام کرد احتمال دارد با گسترش و تعمیق اعتراضات خیابانی در ایران اعتصاب کارگران صنعت حمل و نقل نیز گسترده تر شود رحمانی در بخشی از این گفتگو همچنین تاکید کرد که تداوم اعتصاب کامیونداران میتواند دستگاه دولتی در ایران را با مشکلات کمرشکنی مواجه کند. تصویری از دستور معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خطاب به مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ی استانهای سراسر کشور منتشر شده که در آن از این مدیران خواسته شده جهت اعزام ناوگان به بندر خمینی برای حمله کالاهای اساسی اقدامات فوری انجام بدهند در این دستور آمده است با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت اعزام ناوگان مناسب به بندر امام خمینی لازم است ضمن اطلاع رسانی لازم از طریق مختلف با قید فوریت هماهنگی و پیگیری های مؤثر جهت اعزام ناوگان معمول نمایند کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند در صورت ادامه این وضعیت چرخ اقتصادی کشور میتواند از کار بیفتد و حکومت ایران را در مقابل چالش بزرگی قرار دهد اما در عین حال برخی ویدیوهایی نیز که تا این لحظه در رسانه های اجتماعی منتشر شده از حضور برخی گروه های در خیابان ها حکایت دارد. حساب تویتری 1500 تصویر با انتشار ویدیویی از تجمع گروهی از معترضان در منطقه چیتگر تهران خبر داد. در این ویدیو معترضان دیده میشوند که با تشکیل یک حلقه در محوطه یکی از مجتمع های مسکونی شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر سپاهی سر می دهند. ارزیابی ناظران سیاسی و حتی اتاق فکرهای وابسته به جمهوری اسلامی بر این است که حکومت ایران توان خانه نشین کردن مردم معترض را ندارد. به عنوان سال ماهنگار راهبردی دیدبان امنیت ملی وابسته به وزارت علوم با انتشار پژوهشی درباره ماهیت و ویژگی های جنبش زن زندگی آزادی نوشت حتی اگر نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بتوانند این جنبش سیاسی مدنی را در این مقطع سرکوب کنند موجه بعدی اعتراضات خیابانی در دو تا سه ماه آینده به شکل گستردهتری بروز خواهد کرد تارمار بی سر و صدای فرماندهان سپاه در اوکراین جمهوری اسلامی در مخمسه ارباب پوتین کشته شدن سپاهیان خامنه ای که در داخل و خارج از ایران در حال افزایش تصاعدی است اتفاقی که باعث شده خامنه ای در روزهای گذشته نگران وضعیت شکننده رژیمش باشد و آیه قرآنی اندوهگین نباشید را برای تجمع صد نفری در بیتش زمزمه کند امروز معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان خبر شب گذشته چند جوان با کوکتل مولوتوف به پایگاه سرکوبگران سپاه و بسیج در شهرستان سمیروم حمله کردند و با آتش سوزی کامل ساختمان اصلی و کشته و زخمی شدن چند سپاهی از جمله سرهنگ سهراب قرقانی فرمانده انتظامی سمیروم شدند این خبر به دلیل حساسیت های بالای امنیتی پخش نشده است این افراد که در کشتار مستقیم مردم سمیروم دست داشتند همچنین بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه که در اختیار کیهان خانه لندن گذاشته شده است اجساد 18 سپاهی کشته شده در اوکراین به دست نیروهای روسیه همگی به ایران منتقل شده است طبق این اطلاعات 14 نفر از این نیروها که از نظر سازمانی رده بالایی نداشتند و اسمشان مطرح نبوده بی سر صدا دفن شدند این منبع میگوید موضوع کشته شدن سرهنگ داوود جعفری را مطرح کردند و میخواهند کم کم اعلام کنند که سه فرمانده دیگر هم به دلیل وقوع حوادثی چون انفجار در سوریه مثل داوود جعفری کشته شدند. کیهان لندن پیش از این در گزارشی نسبت به اینکه داوود جعفری بنابر ادعای مقامات و رسانه های جمهوری اسلامی در نزدیکی دمشق کشته شده، ابراز تردید کرده بود و از آنجا که جسد او با تأخیر از محل دیگری به دمشق منتقل و سپس به ایران برده شد، مطرح کرد که وی به احتمال زیاد جزو پاسدارا نیست که در اوکراین کشته شده است. در همین ارتباط یک منبع مطلع دیگری به کیهان لندن گفته بود که سرهنگ پاسدار داوود جعفری که ادعا شد در سوریه در اثر انفجار بمب کنار جاده حوالی دمشق کشته شده یکی از فرماندهان ازامی سپاه به اوکراین بود که در کریمه کشته شده است به گفته این منبع مطلع جسد جعفری ابتدا از محل دیگری به دمشق و سپس از آنجا پنجشنبه صبح سوم آذر به تهران منتقل کردید این هواپیما سه چهار ساعت در فرودگاه دمشق معطل بود تا جنازه ی این سرهنگ پاسدار برسد همین موضوع احتمال این را که جسد او از جای دیگری به سوریه منتقل شده تقویت می کند. خبرگزاری های حکومتی در ایران چهارشنبه دوم آذر درباره جعفری گزارش داده بودند که او عضو ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود نکته قابل توجه این که این افسر در سال 94 وقتی درجه اش سوتوان یکم بود در نیروی دریایی سپاه پاسداران خدمت می کرد و یکی از آنهایی بود که بعد از گروگانگیری توفنگداران دریایی آمریکا در خلیج فارس از دست خامنه نشان فتح دریافت کرد همچنین کیهان لندن شنبه سوم آذر در گزارشی نوشت که در هفته های اخیر دست کم 18 نفر از اعضای سپاه پاسداران ازامی به اوکراین که ایرانی بودند بعد از عقب نشینی روسیه از خرسون کشته شدند در همین ارتباط یک منبع مطلع گفته بود در پی شکست و عقب نشینی روسیه از شهر خرسون در جنوب اوکراین شمار زیادی نیروی نظامی اسیر شدند اما نیروهای روسیه به صورت عمدی ساختمانی را که این اسیران در آن نگهداری می شدند هدف شلیک موشک قرار داد و همگی این افراد کشته شدند این منبع آگاه ادامه می دهد. بسیاری از خانواده های این نیروهای ایرانی که به روسیه رفتند و از آنها خبر ندارن. در دفاتر نمایندگی خامنه مدام تجمع می کنند و منتظر دریافت خبر از همسران و فرزندانشان هستند جمهوری اسلامی هم هر بار آنها را فریب می دهد و اگر اعتراضشان بالا بگیرد آنها را بازداشت می کنند او اضافه می کند جمهوری اسلامی ماگل نیست اعلام کند که نیروهای ایرانی به صورت گسترده مانند مدافعان بشار اسد در اوکراین کشته می شود. چون دیگر کمتر کسی حاضر می شود این بار به فرمان ارباب پوتین از ایران به میدان جنگ اوکراین برود. او اضافه می کند سپاه به این نیروها قول یکی دو ماهه داده بود که پشت جبهه در روسیه میمانند، اما آنها را فریب داد و ماه که آنها در آنجا هستند و جسد کسانی که کشته شده اند هم آنجا مانده و خانواده هایشان هیچ خبری از آنها ندارند این منبع آگاه با بیان این که تعداد زیادی از نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی توسط اوکراین اسیر شده و عده هم کشته شده اند توضیح داد از تعداد دقیق کشته شده ها فعلا آمار دقیقی تا این لحظه وجود ندارد چون جنازه ها همانجا با باقی و برخی هم ناپدید هستند نه جمهوری اسلامی درخواست کرده که جنازه ها را برگردانند نه اوکراین تمایلی دارد که برای این اجساد هزینه و وقتی بگذارد روسیه هم که کلا اهمیتی نمیدهد و همه را یک بار مصرف میبیند نتیجه اینکه در داخل ایران نیروهای سرکوبگر خیلی خیلی کم هستند او تاکید میکند مردم ایران اگر مطلع شوند که جمهوری اسلامی قدرت سرکوب را ندارد حتما به خیابان ها می آیند و کار را تمام می کنند اگر روسیه از اوکراین فارغ شود و حضورش در اوکراین به پایان برسد محکم پشت جمهوری اسلامی خواهد ماند تا مردم را قتل عام کند این مهم است که مردم بدانند الان جمهوری اسلامی ضعف بزرگی در سرکوب مردم دارد